توفیقی، آقای روحانی امروز گزارش مفصلی از چگونگی همگیر شدن کرونا در جهان ارائه کرد و البته به وضع ایران هم اشاره کرد. از دور جدید تصمیم گیری برای مقابله با ویروس گفت، از جمله سخت گیری برای ماسک زدن. در این باره برامون بیشتر توضیح میدید و اینکه چقدر این اقدام میتونه به تنهایی مؤثر باشه بدون رعایت فاصله گذاری اجتماعی یا محدودیت های دیگه؟ بله، همونطور که گفتید آقای رئیس جمهور یک سخنرانی مفصلی در رابطه با کرونا داشت، اما متاسفانه بیشتر میشه گفت که حالت مثل انگار داشت داستان حسین کرد شبستری رو تعریف میکرد، بدون اینکه یک نگاه کارشناسی و علتشناسی برای ضعف‌هایی که تا الان داشتن و برن به سمت حل کردن اون ضعف‌ها. او این داستان رو تعریف کرد به خاطر اینکه در انتها به این نتیجه گیری برسه که بله، اگر ما ناتوان بودیم، اگر ما مشکل داشتیم و نتونستیم کرونا رو کنترل بکنیم، آدرس همه این ناتوانی ها مربوط میشه به کاخ سفید و اینها، وگرنه همونطور که در گزارش شما هم بود، بسیاری از کشورها خودشون رو دارن برای موج دوم آماده میکنن. در ایران هم مسئله ماسک که آقای روحانی خیلی روی اون تاکید کردن، خب قطعاً یکی از مواردی که میتونه در کنترل این بیماری و موفقیت دولت‌ها و کلاً کاهش مرگ و میر نقش داشته باشه مسئله ماسکه. اما واقعیتش رو بخواید، بدون رعایت سایر مسائل مثل فاصله گذاری اجتماعی، مثل تعطیل کردن مکان‌های شلوغ یا جاهایی که بر حسب نیاز باید اونها رو تغییر داد، این جواب نمیده. لحن آقای رئیس جمهور در موضوع ماسک رو اگر بهش دقت کرده باشید، یک لحن امنیتی است، نه یک لحن بهداشتی و آموزشی. میگه که اگر مردم بدونن اگر ماسک نزنن، ما میدونیم کی ماسک نزده. بله، در بسیاری از کشورها برای ماسک نزدن جریمه وجود داره، اما واقعیتش رو بخواید با این نگاه که تهدید بکنیم شهروندان رو، بعید میدونم که بشه نتیجه گرفت برای اون هدفی که استفاده از ماسک هستش. بله، خب خانم مهره از عضو کمیته علمی ستاد مبارزه با کرونا عوارض موج سوم همه‌گیری کرونا در ایران رو خطرناکتر و بدتر از موج دو موج قبل پیش بینی کرده. دلیل این چشم‌انداز چیه؟ شهروندان در این شرایط و در پاییز چه راهکارهایی دارن؟ ببینید خانم دکتر مهرز، احتمالاً بر اساس اون نقشه اپیدمیولوژیکی که کرونا حرکت داشته در طول این 8 ماه در ایران و افت و خیزهای اون، در واقع خیزها به این نتیجه گیری رسیده که نتیجه گیری کاملاً درستی هم هست. شما اگر نگاه بکنید وقتی که موج دوم، گرچه من واقعا معتقد نیستم در ایران موج اول، دوم و سوم اتفاق افتاده، چون در ایران هیچ وقت زنجیری انتقال حتی برای یک مدت کوتاه هم شکسته نشد، در حالی که در بسیاری از کشورهای اروپایی حداقل برای 2 تا 3 ماه این زنجیره شکسته بود. اما حالا خب به هر حال مسئولین ایران دوست دارن که از واژه موج استفاده بکنن. چرا این موج سوم در ایران احتمال حالاً به گفته خانم دکتر مهرز خیلی شدیدتر و آثار بدتری خواهد داشت، برمیگرده به 3 نکته. اولا اینکه در واقع در طول این زمانی که داره اتفاق میفته، پاییز هستش که معمولاً یک سری بیماری‌های فصلی دیگه مثل آنفولانزا با اون در واقع قاطی میشه. نکته دوم خستگی مفرط سیستم درمانی است که سیستم درمانی ما نزدیک به فروپاشی داره میشه. این باعث میشه که اون تازگی، اون حالت آمادگی و اون حالت خاصی که در 8 ماه گذشته وجود داشته از این به بعد وجود نداشته باشه، که اگر شهروندان و قبل از اون دولت زمینه‌های لازم رو فراهم نکنه برای کنترل، میتونه موج سوم بسیار خطرناکتر و مرگبارتر از دو موج اول و دوم باشه. سپاسگزارم از شما دکتر آلن توفیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی از پاریس، همراه ما بودید.